به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت ایرانیان مقیم مالزی و سپاسگزاری میکنم از مشارکت فعالشون در انتخابات و رأی قاطع 90 چند درصدی و شاید هم 96 درصدی به آقای دکتر روحانی. بدون تردید پیروز این انتخابات ملت ایران بود که هم راهی برای راه آینده رو گشود و امکان توسعه همه جانبه متوازن و پایدار رو فراهم کرد و هم با جلب توجه جهانیان راه رو برای تعامل بیشتر با دنیا گشود تا ما انشالله با هزینه های بسیار اندک بتونیم هم امنیتمون رو تامین بکنیم و هم منافع ملی خودمون رو و هم عزت ایران و ایرانی را. انتخابات یک بازی برد برده، هر نظام سیاسی با انتخابات میبره، این حرف درستی، برای اینکه با انتخاباتی که تثبیت میشه و از این جهت میتونه به جهان فخر بفروشه که من به مردم خودم اعتماد کردم و مردم هم به من اعتماد دارن که پای صندوق رأی میان و تغییرات رو از این طریق که مسالمت آمیزترین و مستقیمترین و کم هزینه ترین روش تحقق مطالبات هم هست دنبال میکنه. انتخابات به سود اکثریت هم هست، برای اینکه اکثریت کسایی که رأی میدن از این طریق میتوانند مطالبات خودشون رو پیگیری کنن، بنابراین هم نظام سیاسی میبره و هم اکثریت مردم، اقلیت هم میبره، برای اینکه پشتوانه پیدا میکنه که با این پشتوانه میتونه دائم از اکثریت و دولت وقت انتقاد بکنه، راحت ارائه بکنه و امیدوار باشه که برای دور بعد بتونه این اقلیت تبدیل بشه به اکثریت. گله‌ای که ما داریم این هستش که انتخابات باید آزاد و عادلانه باشه. آزاد بودن انتخابات یعنی اینکه هر کسی که به استقلال ایران و تمامیت ارضی کشور و روش‌های مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون باور داره، این حق داره که نامزد رئیس جمهوری بشه و مردم هم حق دارن که از بین اونها یکی رو که به خودشون نزدیکتر میدونن برگزینن. استقلال یعنی این که ما تصمیم گرفتیم، ملت ما یعنی تصمیم گرفته که سرنوشت خودش رو خودش تعیین کنه، نه واشنگتن، نه موسکو و نه لندن. یک پارچگی ارضی هم یعنی این که ما با هر نوع واگرایی و تجزیه ایران مخالفیم و از کلیت کشورمون دفاع میکنیم و روش های مسالمت آمیز هم که روشنه. عادلانه بودن انتخابات هم به این معناست که امکانات عمومی به سویه، یعنی به طور متساوی و مساوی بین نامزدها تقسیم بشه. آزاد و عادلانه بودن همون دو شرط فری اند فیری هستش که جهان به عنوان مبنای انتخابات پذیرفته و متاسفانه ما در ایران الان انتخاباتمون نه 100% آزاده و نه کاملا عادلانه. آزاد نیست برای اینکه مهندس موسوی در حصر، آقای خاتمی ممنوع تصویر، آقای احمدی نژاد عملا صلاحیتش رد میشه. انتخابات آزاد یعنی اینکه همه اینا باید بیان انتخاب بکنن. عادلانه نیست برای اینکه صدا و سیما کاملا یک سویه به نفع جنا عمل میکنن قبل انتخابات و حتی بعد انتخابات. امروز که صدا و سیما داره تفسیر میکنه 99% کسانی که باشون مصاحبه میکنه از جنا اقلیتن، یعنی باز اکثریت در این صدا و سیما صداش هنوز متاسفانه شنیده نمیشه. امپراتوری رسانه سپاه به طور کامل در خدمت یک جناح بود، در خدمت های رئیسی های قالیباف بود و به طور غیرقانونی از بودجه دفاعی کشور داره هزینه میکنه برای یک جناح. هم اصل وجودش غیرقانونی است و هم روشهاش غیرقانونی است و هم تخریب های کله دولت کردن، این فقط اثباتی هم به نفع آقایان رئیسی و قالیباف کار نکرد، سلبی هم علیه دولت دکتر روحانی گام های زیادی برداشتن و کارهای زیادی کردن. کانال های اطلاع رسانی پرتیراژ اصلاح طلبان رو بستن، بسیاری از شعرهای اصلاح طلب رو از انجام سخنرانی مانع انجام سخنرانی اونها شدن.
بعضی رو محدودیت های براشون ایجاد کردن، اگر اصل سخنرانی یا مصاحبهاشون رو نتونستن جلوشون رو بگیرن احضار میکردن افراد رو، سازمان اطلاعاتی سپاه، و اینا همه یک جانبه به سود آقای رئیسی بود و به ضرر آقای روحانی، اگرچه اثرش توی مردم کاملا عکس اون چیزی بود که کسانی که این محدودیت رو ایجاد میکردن دنبالش بودن. ما حتی در انتخابات شوراها هم شاهد این بودیم که رد صلاحیت های غیر قانونی رخ داد، از جمله آقایان مؤمنی و آقای تاجر نیا و دوستان دیگر، و با وجود این ما توی انتخابات شرکت کردیم. ممکنه سوال کنید که خب با این همه یک سوی نگری و غیر عادلانه بودن انتخابات و حتی غیر آزاد بودن انتخابات که کاملا انتخابات ما آزاد نبود، چرا ما شرکت کردیم؟ اینجا اون تفاوتیه که بین ما و ایرانیانی که انتخابات رو تحریم میکنن وجود داره. ما با اونها هم نظریم که این انتخابات کاملا آزاد و عادلانه نیست، اما راه ما با اونها جداست، برای اینکه فکر کنیم با مشارکت گستردمون در انتخابات میتوانیم انتخابات رو آزاد و عادلانه بکنیم، نه با کنار کشیدن. ما با شرکت در انتخابات داریم خودمون هم آموزش می‌بینیم، خودمون هم داریم پالایش میشیم و خودمون هم روز به روز داریم اصلاح طلب‌تر میشیم. کما اینکه روحانی 96 به هیچ وجه قابل قیاس با دکتر روحانی 92 نبود و گفتمانش به طور کاملا جدی اصلاح طلبانه شده و حتی سریع‌تر از آقای خاتمی برخی مطالبات اصلاحات رو بیان میکنه. این انتخابات، این معجزه انتخاباتی که همه ما رو در واقع مجبور میکنه که با متن مردم و با خواسته های اکثریت روز به روز نزدیک تر بشیم. ما با شرکتمون در انتخابات آزادتر میکنیم. یعنی چی؟ یعنی امسال ما برای اولین بار در انتخابات شوراها بعد از سالها به دلیل حضور مردم در سال 92 و 94، اون دو انتخاباتی که در گام اول و دوم مردم به اصلاحات و اعتدال رأی دادن، امسال ما فقط در تهران 700 نامزد اصلاح طلب داشتیم که تایید صلاحیت شده بودن و در سراسر ایران هزاران نامزد اصلاح طلب داشتیم که تایید صلاحیت شدن. و اساسا یکی از مشکلات ما این بود که از بین خیلی عظیم داوطلبان شایسته چگونه ما میتونیم افراد معدودی رو به اندازه تعداد کرسی‌های شورای شهر انتخاب بکنیم. یعنی 92 و 94 یکی از آثارش این بود که 96 دایره انتخاب ما دستمون کاملا در واقع بازتر شد و خود این انتخابات هم امکان عرضه چهرهای جدیدتری به ما داد، کما اینکه در این انتخابات آقای جهانگیری درخشید و یکی از نامزدهای ریاست جمهوری برای ادوار بعد شد و این باز از خاصیت‌های انتخاباتی که چنین فرصت‌هایی رو برای ما فراهم می‌کنه. پس ما رأی می‌دیم تا این انتخابات آزادتر و عادلانه تر بشه. در این دوره انتخابات مردم به گفتمانی رأی دادن که به طور خلاصه من نام اون رو گذاشتم گفتمانی که زندگی رو بر مرگ ترجیح میده، صلح رو در برابر جنگ اولویت میده، به چند صدایی باور داره و تک صدایی رو سم مهلک جامعه ما و هر جامعه دیگه میدونه که فقر و فساد و تبعیض زایده تک صدایی است و انسداده و استبداده و از نظر فرهنگی هم به تسامح و تساهل اعتقاد داره، نه به تنگ نظری و طالبانگری، و در پی اون هستش که سبک‌های زندگی متفاوت رو به رسمیت بشناسه و به سمتی بره که همه به همدیگه احترام بذاریم، هر کسی دیدگاه خودش رو داشته باشه اما به عقاید و روش و منش دیگران احترام بذاره و ما یه جامعه متکثری داشته باشیم، در عین اینکه هممون عزت ایران رو، آبادانی ایران رو، آزادی ایران رو و سربلندیش رو در واقع میخوایم. این انتخابات از یه جهت بسیار اهمیت داشت و اون این بود که نامزدی رأی آورد که کمترین وعده اقتصادی فوری به جامعه داد، به معنای این که من پول توزیع میکنم توی جامعه، و این همون چیزی بود که اعجاب جهانیان رو هم برانگیخت و بعضی‌ها تیتر زدن که یارانه نه در سوئیس و نروژ و هلند بلکه در ایران نامزدی که اعلام میکرد من سه برابر میکنم یارانه شما رو و 250 هزار تومن کارانه به شما میدم رأی نیاورد.
یعنی یارانه و کارانه در ایرانی که یک سوم جمعیت زیر خط فقر متاسفانه، و این از لکای ننگیست که باید از جامعه ما زدوده بشه، رای نیاورد و ارزشش به همینه. مردم توسعه پایدار رو رای دادن، یعنی گفتن اقتصاد میهن اگه شکوفا بشه هممون میتونیم بهره ببریم و انشالله بتونیم به لحاظ ریشه فقر رو و فساد رو باهاش مبارزه بکنیم. ما به دکتر روحانی رای دادیم همچنان که قبلا گفتیم که امروز بتونیم نقدش بکنیم، چون اگر رقیبش رای می آورد باز مثل دوره 8 ساله امکان نقد از ما گرفته میشد، فرصت نقد گرفته میشد. چنان هزینه نقد رو بالا می بردن که عملا کسی نمیتونست نقد دولت وقت بپردازه. ما به دکتر روحانی رای دادیم هم خودش رو میتونیم نقد بکنیم و هم نهادهایی که پاسخگوی انتخابی نیستن و پاسخگوی مردم نیستن، به دلیل اینکه نیازی به رای مردم ندارن. ما به دکتر روحانی رای دادیم که امروز بتونیم مطالبه بکنیم ازش، وعده هایی که داده در عرصه های مختلف داخلی و خارجی. ما محکم از دکتر روحانی حمایت میکنیم، مفتخریم که بهش رای دادیم، هم 92 هم 96. هیچ انتظار خصوصی و شخصی هم نداریم، چشم داشتی نداریم، هیچ سهمی نمیخوایم. همه چیز باید به نفع ملت رقم بخوره و بنابراین اون وعده هایی که مردم به اونها رای دادن و اتفاقا در دو هفته آخر سخنان آقای روحانی برجستگی بیشتری پیدا کرد و به همین دلیل آرای آقای روحانی هم افزایش بیشتری پیدا کرد، به دلیل شفافیتی که در بیان خواسته های این ملت یا اکثریت مردم دقیق تر بگم به خرج داد، این میزان شاهد حمایت گسترده مردم ازش بودیم. ما از آقای روحانی میخوایم که همچنان که دور اول گرانی و تورم رو مهار کرد، در دولت دوم بتواند به تولید رونق بسیار بیشتری و جدیتری بده و اقتصاد میهن شکوفا بشه، به طور جدی در پی رفع حصر باشه از عزیزان ما مهندس موسوی شریف و بصیرمون که خیلی چیزها رو 8 سال پیش دید و خیلی ها ندیدن و این گذشته زمان نشون داد که حق با او بود. همینطور رفع حصر شیخ اصلاحات و خانم دکتر رهنورد. ما خانم این هستیم که آقای روحانی همچنان که خوشبختانه بود به صراحت از برادر عزیزش سید محمد خاتمی نام میبره در جهت رفع ممنوع تصویری او تلاش بکنه. از آقای روحانی میخوایم که با اتکای به این ملت، با توافق رهبری به سمت این بره که مذاکرات با آمریکا رو گسترش بده، به سمت لغو تحریم های غیر هسته‌ای پیش بره تا ما بتوانیم با هزینه های بسیار پایین روند توسعه رو توی جامعهمون و حرکت توسعه رو سرعت ببخشیم، کاری که همه کشورهایی که توسعه یافتن از جمله مالزی که شما توش هستید در بدن اونجا دارید تحصیل میکنید یا زندگی میکنید پیمودن. ما باید روابطمون رو با جهان عادی بکنیم، با همه کشورها هم باید ارتباط گرم داشته باشیم، چه با شوروی، روسیه، چه با امریکا، چه با چین، چه با اروپا، باز ارتباط گسترده با اینها بتونیم هم امتیازهای خوبی از خودشون بگیریم و هم از ترس رقیب، از ترس اونها از رقیبهاشون امتیازهای خیلی خوبی به ملت ایران بتونیم کسب بکنیم. و آخرش هم این هستش که در منطقه همچنان که آقای روحانی گفت به سمت تفوق دیپلماسی و نظامیگری پیش بریم و همچنان که دور اول دکتر روحانی توانست سایه شوم جنگ رو از آسمان میهن دور بکنه، انشالله با یک بازی برد برد با کشورهای بزرگ منطقه و همینطور قدرت‌های بزرگ جهانی تلاش بکنه که انشالله دور دوم به سمت دور کردن شبح جنگ از آسمان منطقه حرکت بکنه. شاد و سربلند باشید، موفق و پیروز.